درود بر شما همراهان گرامی کانال خبرچین انگلستان مدعی شد که پوتین در سفر به تهران به دلیل مسائل امنیتی و جو ملتحب کشوری از بدل خودش استفاده کرده و همچنین کارلو مقام ارشد اطلاعاتی اوکراین مدعی شد که در جریان نشست سه جانبه آستانه بدل پوتین به تهران سفر کرده او ادعا کرد که حرکات پوتین در سفر به تهران عجیب بود و سرحالتر از همیشه به نظر می رسید. دیگه اینکه پوتین برخلاف پرتکل های امنیتی رئیس جمهوری روسیه با خودروی ابراهیم رئیسی و بدون تیم حفاظتیش به دیدار علی خامنهای رفت و نکته قابل تعمل دیگه دیدار پوتین و اردوغان در تهران بود. پوتین تقریبا یک دقیقه منتظر اردوغان موند حال آنکه پوتین همیشه دیرتر از ساعت تعیین شده بر سر قرارهاش حاضر میشه حتی در مهمترین قرارهای سیاسی چه برسه به اینکه یک دقیقه منتظر اردوغان بمونه اردوغانی که پوتین صندلی از زیرش میکشه یا او رو با هیئت دولتش پشت درهای کرملین دو دقیقه ایستاده نگه میداره و تا پایان جلسه اجازه نشستن به هیئت همراه رئیس جمهور ترکیه رو نمیده نه، نه. چند شباهت و چند تفاوت بین این دو میتونید نام ببرید اجازه بدید کمکتون کنم بقیه رو شما بگید شباهت ها هر دو دیکتاتور هستند هر دو کمونیست هستند فقط امام خامنه ای میم کمونیست را نداره هر دو در کشور خودشون و جهان منفورن تفاوت ها یکی کت و شلوار و کروات داره و دیگری عبا و امامه و نعلین یکی خدا رو قبول نداره و دیگری خودش رو نماینده خدا میدونه یکی چندین زن داره و دیگری از زن خودش هم دوری میکنه حالا شما چند شباهت و تفاوت رو در این دو نفر میبینید <applause> پوتین برای کاستن از فشار بر اوکراین در صدد باز کردن جبهه جدیدیه و آسانترین میدان برای ایجاد چنین جبهه‌ای خلیج فارسه. و کمترین گمانی نیست که پوتین در ادامه نبرد اوکراین در پی سناریوی راه اندازی نبردی تمام ایاره که یک طرف چنین نبردی باید جمهوری اسلامی باشه. چرا؟ اول اینکه یافتن شریک جون روسیه به عنوان دومین فروشنده سلاح در جهان چه نیازی به پهبادهای ایران داره؟ چرا باید از ایران درخواست پهباد کنه؟ آشکاره که مسئله نیاز به پهباد نیست بلکه قصد روسیه کشاندن تدریجی دیگر کشورها به ویژه ایران به میدان نبرد برای تقسیم حزینه های سیاسی دیپلماتیک نبرد بین کشورهای وفادار به خودشه و اینکه چرا قدرت های بزرگی مانند هند به ویژه چین با در نظر گرفتن منافع ملی خودشون از ورود و درگیری در صحنه اوکراین پرهیز میکنند حتی گاهی همین کشورها تحریم های قرب علیه روسیه رو به رسمیت شناختن. چرا روسیه از چین و ترکیه که دو قدرت برتر پهبادی جهان هستند کمک نمیخواد؟ آیا پهبادهای ایران آنقدر مؤثرن که صحنه نبرد رو به نفع روسیه تغییر بدن؟ دوم، تعطیلی برجام. دومین هدف پوتین برای درگیر نمودن تدریجی ایران در اوکراین تعطیلی همیشگی برجامه. این مهمیه که کرملین تا امروز به خوبی در آن تاثیر گذاشته. ژرفتر شدن بیاعتمادی بین ایران و آمریکا و اروپا عملا احیای برجام و لغ نشدن تحریم ایران رو در پی خواهد داشت. با چنین روندی برجام مرده است. سومین دلیل نبودن جانشین نفتیه. بزرگترین اسلحه روسیه در وادار نمودن ناتو به تسلیم قطع نفت و گازه و بهترین جانشین برای پر کردن این خلا ایران و ونزوئلا و عربستان و ورود تمام قد ایران به بازار نفت نجات بخش اروپاست. روزها حتی از همه احرام های ممکن در جهت عدم ورود فراگیر و گسترده ایران به بازار انرژی که کلید شکستشون در اوکراینه بیتعارف و پنهانسازی استفاده خواهند کرد. کوتاه آنکه روسیه نیازی به پهپادهای ایران نداره و هدف کشاندن جمهوری اسلامی به صحنه جنگ و وارد کردن شرکای جرم بین الملالیه. در همین رابطه خاطرات علی رضایی سرهنگ سابق سازمان اطلاعات سپاه او میگه هرچند نفوذ روسیه در سپاه از اوایل دهه 80 برای برخی از پرسنل میانی سپاه مسجل شده بود اما این نفوذ از اوایل دهه 90 جایگاه به مراتب عمیق رو را یافته در سالهای 1393 و 94 سپاه به توسعه اتوماسیون اداری برای مکاتبات خودش تا سطح سری دست از دوره هاشمی رفسنجانی که سپاه در عرصه عمرانی و اقتصادی کشور ورود کرده بود یکی از انحصاری ترین پروژه هایی که انجام داد احداث خط سراسری فیبر نوری بود در این پروژه که همه هزینه های آن به علاوه سود دستمزد از سوی دولت پرداخت می شد، سپاه دست به تقلب زد و دو خط فیبر نوری رو احداث کرد که یک خط آن به صورت انحصاری تنها در اختیار سپاه قرار داره. در راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری نیز از این خط استفاده شده تا دسترسی نهادهای مانند وزارت اطلاعات به آن ممکن نباشه و سازمان اطلاعات سپاه و رده های وابسته به آن در استان ها جزو اولین رده هایی بودند که اتوماسیون اداری در آنها نصب شد و تقریبا همه مکاتبات اطلاعاتی و امنیتی بر روی این بستر قرار گرفت برای من که همزمان در حوزه پدافند غیر عامل فعالیت می کردم حوزه امنیت سایبری بسیار مهم بود و طبیعتا سوالات بسیاری در این ارتباط داشتم از مسئولی که برای نظارت بر راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری از تهران آمده بود در مورد میزان اعتماد به امنیت مکاتبات در بستر اتوماسیون اداری سوال کردم باز جواب شک آور بود او گفت که بخش امنیتی نرم افزار اتوماسیون اداری سپاه توسط روزها نوشته شده و امنیت آن تضمین شده است باز هم برای من که پس از تشکیل سازمان اطلاعات در بخش ضد جاسوسی فعالیت داشتم این موضوع عین ناامنی سیستم بود او میگه هنوز هم نمیتونم درک کنم که چگونه و با چه اطمینان خاطری امنیت مکاتبات انبوه سپاه رو به روسیه واگذار کردن روس ها همیشه در حک و البته تهیه ضد ویروس های کامپیوتری سرآمد بودند ولی باز هم پذیرفتنی نیست که ترتیبی اتخاذ بشه که یک کشور بیگانه با سابقه دشمنی بسیار تسلط بر جریان اخبار و اطلاعات محرمانه و سری رو در اختیار خودش بگیره. جالبه که در سالهای اخیر به بهانه تبادل اطلاعات و همکاری اطلاعاتی رفت آمدها بین اطلاعات سپاه و روسیه زیاد شده و مخصوصاً در حوزه های مانند سایبری تعدادی از پرسنل سپاه برای گذراندن دوره‌های آموزشی به روسیه رفتن و سخن آخر این که با انتصاب سردار حسینی یا همان سردار مجید خادمی روسوفیل بر صندلی حفاظت اطلاعات سپا حلقه تسلط روسیه از تصمیم سازترین بخش یعنی سازمان اطلاعات سپا تا ناظر امنیتی کل سپا یعنی حفاظت اطلاعات در اختیار روسگرها یا دقیق تر بگم روسیه قرار گرفته نتیجه آن که این سخن بیپایه نیست که تنها حزب و گروه موفق پس از شکلگیری جمهوری اسلامی حزب توده بوده به نظر میرسه در تمام این سالها حزب توده آرام ولی پیوسته فعالیت خودش رو به نحو شایسته به سرانجام رسانده و تونسته که سپاه پاسداران رو که نقش اساسی در بقای جمهوری اسلامی داره در اختیار روزها قرار بده و این یعنی همه ایران تحت کنترل روسی است بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.